تستای سریع خونگی کرونا دقیقاً چی رو اندازه گیری میکنن و چقدر دقیق هستن؟ آیا امکانش هست که سی تی اسکن ریه جواب کرونا رو مثبت نشون بده و نتیجه تست پی سی آر منفی و معناش چی خواهد بود؟ به این سوالا امروز جواب میدیم. شما هم پرسشاتون رو به تلگرام BBC@BBC شما با هشتگ از ما بپرس بفرستید تا مهمون برنامه مستقیم جواب سوالاتتون رو بده. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه و امروز سوالای شما را از دکتر گلرخ جاوید سپهر خواهم پرسید. دکتر جاوید سپهر پزشک و فوق تخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی هستند که از ماساچوست آمریکا بهمون پیوستن. خیلی ممنون خانم دکتر. سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز. علی سوال کرده که آیا تست آنتیبادی به بازار اومده؟ آیا این تست همون تست آزمایش سریع خونگیه که قرار بود وارد بشه؟ ببینین، تست آنتیبادی بله وارد بازار شده. تستای آنتیبادی تستایی هستن که وجود یا عدم وجود آنتیبادی یا پاتن رو در خون افراد اندازه گیری میکنن. وقتی که بدن ما با یه ویروس جدید مواجه میشه، بدن بر علیه اون ویروس پاتن یا آنتیبادی تولید میکنه. تحقیقات نشون دادن که وقتی که بدن ما با این ویروس مواجه میشه، حدود 11 روز بعد از شروع علائم، ایمونوگلوبولین M یا IgM در خون اکثر افراد قابل اندازه گیری هست و حدود 14 روز بعد از شروع علائم، ایمونوگلوبولین G یا IgG قابل اندازه گیری هست در خون اکثر افراد. این تست های آنتیبادی هم در محیط آزمایشگاه با دستگاه های پیچیده قابل اندازه گیری هستن، هم تست های ساده تر یا تست های سریع و یا به اصطلاح تست های خانگی که دوباره در بازار شده این آنتیبادی ها رو میتونن اندازه گیری بکنن. به علت اون تأخیر طبیعی که در بدن وجود داره تا آنتیبادی تولید بشه، تست های آنتیبادی در زمان حاد بیماری برای تشخیص کمکی به ما نمی کنن. ولی اطلاعات بسیار با ارزشی رو در مراحل بعدی در اختیار ما قرار میدن. برای مثال ما میتونیم با انجام تستای آنتیبادی افرادی رو پیدا کنیم که با این ویروس مواجه شده بدنشون ولی علائم بالینی یا نداشتن یا علائم بالینی بسیار مختصری داشتن. همچنین تحقیقات بسیاری در حال حاضر در حال انجامه تا ما بفهمیم که افرادی که با این ویروس مواجه شدن، به بیماری دچار شدن و بهبود پیدا کردن، آیا در برابر دوباره بیمار شدن مسئولیت دارن یا خیر، و اگر مسئولیت دارن این مسئولیت تا چه زمانی ادامه داره. این تست آنتیبادی که میفرمایید همون تست با چند قطره خون از نوک دست گرفته میشه است؟ کیت‌های ساده یا کیت‌های سریعی که وارد بازار شدن با چند قطره خون از سر انگشت میتونن آنتیبادی رو اندازه‌گیری کنن، یعنی وجود یا عدم وجودش رو به ما نشون بدن. ولی تست‌هایی که در آزمایشگاه با دستگاه‌های پیچیده‌تر انجام میشه معمولاً نمونه خون بیشتری احتیاج دارن. کامیار سوال کرده آیا ممکنه سی تی اسکن ریه جواب کرونا رو مثبت نشون بده و تست پی سی آر منفی، و این معناش چی هست؟ بله، این امکان وجود داره. ممکنه فردی مبتلا به بیماری کووید 19 باشه با درگیری ریوی و ما تظاهرات ریوی رو روی سی تی اسکن ریه ببینیم، ولی پی سی آر میتونه به دلایل متفاوتی منفی بشه. ما الان میدونیم که تست پی سی آر بیشترین حساسیت و دقتش رو در زمان حاد بیماری داره، بنابراین اگر که این تست در زمان متفاوتی انجام بگیره میتونه منفی بشه. همچنین اطلاعاتی که ما در حال حاضر در دسترس داریم به ما نشون میده که تراکم ویروس در مناطق مختلف بدن در حین بیماری تغییر میکنه. در روز اول تا هفتم بعد از شروع علائم این تراکم ویروس بیشترین میزان رو در ترشحات ته حلق یا بالا و پشت بینی یا محفظه نیزوفارنکس داره، ولی هرچی از شروع بیماری میگذره این تراکم ممکنه در این مناطق کمتر بشه و در بیمارانی که نمونیا دارن و درگیری ریوی شدید دارن تراکم ویروس میتونه در ترشحات عمیق‌تر تنفسی مثل خلط یا مایعی که ما از شستشوی فضای برونشی ریوی یا برونکوآلویولار لاواش فلوید به دست میاریم تراکم ویروس میتونه بیشتر باشه. بنابراین مهمه که تست پی سی آر روی چه نمونه ای انجام گرفته باشه. آیا اینکه با چه حجمی از ویروس آلوده شده باشیم روی نتیجه ممکنه تاثیر بذاره؟ ببینیم این که ما با چه میزانی از ویروس مواجه شده باشیم در نتیجه آزمایش ما تأثیری نمیذاره. ولی وقتی که ما با ویروس مواجه میشیم و ویروس وارد بدن ما میشه، شروع میکنه ویروس به تکثیر پیدا کردن و یه حجم
ویروسی یا وایرال لود رو در بدن ما ایجاد میکنه که این حجم ویروسی در نتیجه آزمایش ها به خصوص آزمایش های پی سی آر تأثیر گذار هستن. دکتر جاوید سپر یکی از مخاطبامون کارشناس آزمایشگاهه و سوال کرده ما نمونه های تست افراد مبتلا به کرونا مثل سرم و خون بیمار رو داخل سانتریفیوژ میذاریم. آیا چرخش نمونه‌ای که حاوی ویروس کروناست میتونه برای ما آلودگی داشته باشه و کلن این ویروس آیا از طریق خون و فراورده های خونی ممکن انتقال پیدا کنه؟ انتقال این ویروس از طریق خون یا فراورده های خونی گزارش نشده، ولی شما وقتی که در آزمایشگاه با فراورده های خونی یا خون افرادی که مبتلا هستن کار میکنین، باید پوشش های معمولی که در آزمایشگاه رایج هست و استفاده کنین، مانند دستکش، روپوش، ماسک یا محافظ های تلقی صورت. و همچنین توصیه میشه برای سانتریفیوژ از پوشش هایی که روی هولدرهای سانتریفیوژ رو میپوشونن استفاده کنین. اگر روی نمونه تنفسی کووید 19 کار میکنین، باید زیر هود مخصوص کار کنین، مخصوصا اگر که نمونه رو ورتکس میکنین. نیاز پرسیده آیا تجهیزات تست کرونا ساخت بعضی از کشورها حساسیت و دقت کمتری ممکنه داشته باشه و ممکنه جواب آزمایش اشتباه بدن؟ ببینین، در شرایط استاندارد وقتی که یه تست میخواد وارد بازار بشه، باید از سازمان‌های ناظر مجوز بگیره. پروسه گرفتن این مجوزها معمولاً بسیار طولانی، دقیق و سخت هستن. وقتی که بیماری کووید 19 شروع شد و به سرعت در نقاط مختلف دنیا شیوع پیدا کرد، سازمان‌های ناظر پروسه گرفتن مجوز و یه مقداری تسهیل کردن در نقاط مختلف دنیا تا این تستا سریع‌تر به دست عموم برسه. الان که مدتی از شروع بیماری میگذره، متاسفانه ما میبینیم بعضی از تستایی که وارد بازار شدن دقت و کیفیتی که باید داشته باشن و ندارن و این خیلی به کشوری که ازشون میاد بستگی نداره. یک کشور میتونه تستایی با کیفیت بسیار خوب درست کرده باشه و یه سری تستایی که کیفیت پایین تری دارن. این وظیفه هر آزمایشگاه هستش که وقتی میخواد یه تستی رو تهیه کنه و آزمایش‌های بیماران رو روش انجام بده، قبل از اینکه نمونه‌های واقعی و واقعی بیماران رو روش روی اون کیت یا تست انجام بده، باید کیفیت و دقت اون تست رو تایید کنه به وسیله نمونه هایی که جوابشون از قبل تعیین شده هستن. در واقع مسئولیت آزمایشگاه هر کشوریه که ببینه آیا تستش کیفیت لازم رو داره یا نه. بله. پریما سوال کرده آیا آمار مبتلایانی که کشورها اعلام میکنن فقط از کسایی که تست پی سی آر میدن، یعنی مثلا کسایی که با سی تی اسکن ریه تشخیص داده میشه کرونا دارن، جزو آمارا نیستن؟ آماری که از کشورهای مختلف یا سازمانهای مختلف اعلام میشه متفاوت هستند و هر کشور و هر سازمانی آمار رو به طرق مختلفی اعلام میکنه. حتی در یک کشور هم طی زمان بر اساس تغییر شرایط نحوه اعلام این آمارها میتونه تغییر پیدا بکنه. به طور مثال در آمریکا در ابتدا هر ایالت یا هر منطقه آمارش رو متفاوت اعلام میکرد، ولی از تاریخ 14 آوریل به بعد تمام آمارهای رسمی که در آمریکا اعلام میشه به صورت یک عدد کلی هست که این عدد کلی شامل بیماران قطعی، بیمارانی هستند که با آزمایشگاهی بیماریشون تایید شده، و بیماران احتمالی که بیمارانی هستند که با تست آزمایشگاهی بیماریشون تایید نشده ولی به دلایل قوی بالینی یا اپیدمیولوژیک ما احتمال خیلی زیاد میدیم که بیمار هستن تقسیم میشه. ممنون دکتر جاوید سپه. شما هم سوالات خودتون رو با هشتگ از ما بپرس به تلگرام BBC @BBC شما برای ما حتما بفرستید.